به نام خدا. بینندگان عزیز سلام بر شما، به یکی دیگر از برنامه های تلنگر این هفته خوش آمدید. آموزش و پرورش مناسب زیربنای اساسی پیشرفت یک جامعه است، چون پیشرفت زمانی مقدور است که نیروی انسانی لازم مهیا باشد. در افغانستان اما برخلاف آنچه که تلاش شده است نظام آموزشی بهبود یابد، هنوز چالش های زیادی در این عرصه وجود دارد. برای صحبت بیشتر پیرامون این چالش ها، طارق سعیدی استاد دانشگاه هرات را در برنامه با خود داریم. تشکر استاد از اینکه وقت گذاشتین. در ابتدا میشه اشاره مختصر داشته باشین به مشکلاتی که در نظام آموزش پرورش وجود داره؟ در مورد آموزش پرورش در افغانستان میخوایم از این بحث شروع بکنم که معمولا آموزش پرورش رسمی باید به نوعی بعد از آموزش غیر رسمی باشه، یعنی امتداد یافته آموزش غیر رسمی باشه. به این معنا که طبیعتاً هر جامعه نیازهای مشخص خودش داره که باید به نیازها پاسخ داده بشه و به همین دلیل آموزش رسمی در تلاشی هست که بتانه دانشی انتقال بده برای کودکان و جوانان که بتانه اون نیازها رو برآورده بکنه. یک مسئله در مورد آموزش و پرورش است که بحث پرورش متخصصین است. مسئله دوم که در حال در جهان مطرح است ایست که آموزش پرورش باید بتانه کودکان و جوانان پرسشگر بار بیاره و انسانی میتونه پرسشگر باشه که در مقابلش مسئله وجود داشته باشه. معمولا مسئله قرار نیست در فضای ذهن مطرح باشه. همین که آموزش پرورش رسمی بتانه امتداد یافته آموزش غیر رسمی باشه، طبیعتا مسائل زیادی در جامعه مطرح است که با اونا پرداخته بشه. اما متاسفانه ما با چنین آموزش نه در اون سطح تخصصش روبرو هستیم و نه با این بحث مسئله محورش روبرو هستیم. معمولا چون دولت خودش هم نمیفهمه که در کدام بخش چی مقدار نیاز به متخصص داره، فقط تولید انبوهی اتفاق میافتد و این باعث بیکاری و خیلی از مشکلات در بین جوانان و سرخوردگی در بین جوانان تحصیل کرده شده. از طرف دیگر که خیلی از این مسئله مهمتر هست ایست که جوان ما بعد از دوره مکتب و بعد رفتن به پوهنتون یا دانشگاه و فراغت از او، بیشتر از این که یک انسانی باشه که بره به سمت تولید دانش، بره به سمت تر مسئله، بره به سمت حل مسئله، بیشتر گرفتار یک ذهنگرایی است و این ذهنگرایی نتیجه به اینجا میرسه که جوان ما از بیشتر از این که فاعل یا کارساز باشه، کارپذیر و مفعول وضعیت اجتماعی است. حالا ما در جامعه قرار داریم که وضعیت اجتماعی ما وضعیت زیاد مطلوبی نیست. نتیجتاً چیزی که اتفاق میافتد ایست که با وجود که اون تغییرات در هر جامعه اتفاق میافتد، اما این تغییرات چنان بطی و کند هست که جز قربانی دادن این نسل جوان اتفاقی نمیافتد. به صورت نمونه اگر ما بخوایم مستاق این آموزش در افغانستان بررسی بکنیم، یکی از اونها بحث حافظه محوریش است. شما در مکاتب وقت مراجعه میکنین و حتی دانشگاه ها فقط و فقط استاد و چی در مکتب و چی در دانشگاه یا پوهنتون در تراش انتقال یک سلسله معلومات به متعلم یا شاگرد و دانشجو یا محصل است. نتیجتا این اطلاعات که هر روز در این جهانی که امروز ما قرار داریم کهنه میشه به این سطح میرسه که دانشجو احساس میکنه یک چیزهایی داره، ولی این چیزهای داشتش در هیچ جای از زندگیش کارایی نداره. این مفهومی است که فریده هم به او اشاره میکنه و او میگه مفهوم بانکی، یعنی ذهن شاگرد به عنوان یک حساب بانکی است که معلم یک سلسله چیزها رو به او انتقال میده و در زمان امتحان تسلیم میشه. شما اگر نگاهی به امتحانات هم داشته باشین همین مسئله است. در کنار این مشکلات شما وقت این اصل موضوع است، در تمام بخش‌ها با این مشکلات روبرو هستیم.
تشکر. چرا با وجود که پولهای زیادی آمده و در قسمت بهبود وضعیت آموزش و پرورش مصرف شده، هنوز هم وضعیت ایدئال نداریم؟ این رو باید از دو زاویه ببینیم، یکی از عوامل درونی و یکی از عوامل برونی که تاثیرگذار بوده. عوامل برونی که فی الحال خود جوامعی که کمک کننده هم هستن نقد میکنن، با اساس پیشنگاره ها و پیشفرض ها آمدن به سمت افغانستان بدون از اینکه هیچ گونه شناختی از مناسبات اجتماعی ما و ساختارهای اجتماعی افغانستان داشته باشند. نتیجه تحریک از بالا پیاده بشه منتج به شکست است. حالا شما با میلیاردها دلار هم بخواین اون تر موفق نخواهد شد. پروژه ها معمولا کسانی در خارج از افغانستان تر میکردن در حوزه آموزش و پرورش و نتیجه تن آن چیزی که دستاوردش بود همونطور که شما اشاره کردین همیست که ما در وضعیت ایدال نرسیدیم. اما این تنها یک بخشش است، عوامل درونی هم در این موضوع دخیل هست. این عوامل میتونه گفتم به عنوان نمونه، شما حتی در سطح اجتماعی وقتی ما میگیم یک آموزش پرورش، دنبال چی هستیم در این آموزش پرورش؟ میخواییم به چی چیزی دست پیدا بکنیم؟ فرض بگیریم کودکی میخواید 12 سال و بعد دانشگاه هم تقیی میکنه و میرسه به مقاطع بالاتر، میخواید چی به دست بیاره؟ آیا قرار است چیزی به دست بیاره یا قرار است در اینجا چی اتفاق بیفته؟ نتیجتاً حالا این قسمت عمده دیگر ایست که خود این کمک ها زاینده فساد در افغانستان هم بوده. من باور می‌دارم که خیلی از این کمک ها حیف میل شده، اصلا نرسید به اون جایی که باید مصرف بشه و نتیجتاً جای ما به جایی رسیدیم که امروز البته حالا رد شده به تحریم تحت نام این که کودکان باید ببرن در مساجد و تدریس بشه در اونجا هست. بحثی نیست که نباید این اتفاق بیفته. خب طبیعتاً کسایی که در افغانستان باور به همه مسلمان هستن و اتفاقاً کودکان روزانه 4-5 ساعتشان رو در مساجد سپری میکنن. مسئله این ساختار هست. شما یک ساختار مدرن نمیتونین وارد یک ساختار دینی و سنتی بسازین. این مسئله مشکل است. حالا از طرفی دیگر ما جنگ ها داشتیم و بحث ظرفیت سازی هایی باید می بود که معلمین ما متاسفانه به دلیل همین فساد به رشته‌ای که تخصص داشتن اینها تعلیم ندیدن و خیلی بسا مواقع، حالا آمار احتمالاً در معارف هم باشه، اکثریت این معلمین تخصص پیداگوژی آموزش پرورش ندارن. فرض بگیرین از طب فارغ شده یک فردی میره در مکتب بیولوژی درس میدن. ما تنها بحث دانش نیست، خود این چگونه آموزش دادن هم بحث مهمی است که متاسفانه خیلی از کسانی که در افغانستان هستن با این مسئله مسامحه برخورد کردن و به نتیجه مطلوبی هم امروز ما نرسیدیم. کتاب های درسی مکتب و حتی در مورد مواد درسی دانشگاه هم ما میبینیم که به تبعیض جنسیتی دامن میزنه. از دیدگاه شما چرا این چالش هنوز هم وجود داره؟ در معارف من میخوایم به شما بگم که همین پول هایی که زیادی آمد و در وزارت معارف مصرف شد، عده کمی حتی متخصص آموزش پرورش بودن، آدم هایی به اساس روابط و موضوعات مختلف وارد شدن به معارف و در اینجا اینا را مختن. اما اینکه چرا در معارف باز تولید میشه، به باور من یکی از عمده ترین مسائل اساسی در اینجا هست که با وجود اینکه معارف رسمی ما یا آموزش پرورش رسمی ما امتداد یافته آموزش پرورش غیر رسمی ما از لحاظ مادی نبوده، اما از لحاظ فرهنگی کاملا تحت تاثیر آموزش پرورش غیر رسمی است. هر آن چیزی که در آموزش پرورش غیر رسمی باز تولید میشه، در آموزش پرورش هم این اتفاق میافتد. به چی دلیل این وضعیت در حال حاضر وجود داره؟ به این دلیل هست که ما در یک جامعه قرار داریم که بدبختانه ساختار سیاسی ما بیشتر به دو بخش، یعنی بیشتر متمرکز به عوامگرایی هست. یعنی جاهایی که باید بره به سمت این که در مقابل توده قرار بگیره و در اینجا یک سلسله تغییرات اتفاق بیفته، در دقیقا در همون زمینه میایی به نفع او ارزش ها و او خواسته های عمل میکنه که توده ها باور به اون مسئله دارن. شما در کتاب های مکتب وقتی میبینین که
جنسیت دوباره بازتولید میشه، تقسیم کار اتفاق افتاده. کار خانگی معمولا کاری است که باید زنان انجام بدن و کار بیرون کاری است که مردا باید انجام بدن. این مسئله دقیقا همون وضعیتی است که در خانواده اتفاق میفته. به دست دختر عروسک داده میشه و به دست پسر تفنگ و موتر داده میشه. از همونجا این بازتولید میشه و طبیعتا کسایی که در معارف این کتاب ها می نویسن هیچ گونه آگاهی از این مسائل ندارن و بیشتر بیشتر فقط امتداد میدن اون مسئله. اما این وقتی ما میریم به وسط پانتون ها و دانشگاه یک مقدار موضوع متفاوت تر باید به قضیه دید. اولا این که در دانشگاه ها و پانتون ها مسئله ای که مطرح هست ایست که استاد تعیین کننده است، اما این استاد است که طبیعتا خودش متأثر از وضعیت موجود است. من میخوام بگم که در اینجا یکی از عوامل فرهنگ سکوت هست که نقش بسیار پررنگ دارد. فرهنگ سکوت به ما یاد داده که در مقابل وضعیت اجتماعی سکوت بکنین و سکوت به معنای به نفع وضعیت اجتماعی عمل کردن هست. شما جالب است که در درون دانشگاه و پانتون‌ها در جریان هستین که میگن نباید برخورد سیاسی کرد، اما آیا حضور حالا بحثی است که خب ما از کودکی با ثقافت اسلامی آشنایی داریم، خانواده ما مسلمان هستن و میریم در مسجد و خیلی جا، چرا در دانشگاه ها 8 سمستر ثقافت اسلامی تدریس میشه؟ اگر دانشگاه میخواه بی‌طرف باشه و او جایگاه علمی خودش نشان بده، حضور ثقافت در درون دانشگاه به معنای چیست؟ میبینیم که در اینجا دقیقا سکوت به معنای ای هست که در مقابل تجدد باید ما سکوت بکنیم و به نوعی عملی انجام ندیم برای تغییر و بیشتر در سمت او وضعیت اجتماعی که به نفع حفظ نظم موجود است عمل بکنیم. تشکر استاد. و به عنوان آخرین پرسش، دانش دانشگاهی در افغانستان چقدر میتونه دانشجویان را به خودآگاهی برسونه؟ من باور دارم که در افغانستان همونطور که پیشتر گفتم دانشی که وجود داره دانشی است بر پایه حافظه، یا بهتر بگم مجموعه اطلاعات است که از استاد به شاگرد انتقال پیدا میکنه و به همین دلیل در اینجا ما با تولید دانش روبرو نیستیم. به باور من تولید دانش زمان اتفاق میافتد که انسان با عینیت موجود اجتماعی خودش درگیر میشه، در تضاد قرار میگیره و برای حل این بنبست میره به سمت حل مسئله. به همین دلیل دانش اولی نه تنها باعث خودآگاهی نمی شود، بلکه از خود بیگانگی در دانشجوی ما به وجود آورده. این از خود بیگانگی در حوزه های مختلف وجود داره. مثلا به عنوان نمونه یکی از این از خود بیگانگی ها ایست که دانشجو بیشتر از اینکه تأکیدی بر بودن و شدن خودش بکنه به عنوان یک قشر پویای این جامعه، بیشتر تاکید بر داشته‌های خودش داره که یک امر کاملا ایستا هست. کسی که بر داشته‌های خودش تاکید داره و بودن خودش نفی میکنه، به این معنا که به این خودآگاهی اجتماعی دست پیدا نکرده. به همین دلیل ما باور به این دارم که باید سیستم دانشگاهی به صورت کل از بنیاد کل سیستم آموزش پرورش ما باید تغییر بکنه و معطوف به عینیت موجود اجتماعی ما باشد. حال این وقت ما میگیم معطوف به عینیت اجتماعی به معنای رد کل دانش جهان نیست، بلکه ما میگیم دانش جهان باید در راستای حل بنبست ما برای تغییر عینیت موجود اجتماعی کمک بکنه، نه این که من گرفتار توهم بسازه. ولی بدبختانه ما جوانان ما گرفتار توهم هستند. حالا این توهم زاده دو نوع از روی کرده است. یکی روی کرده است که جوامع غربی ترویج کردن تحت نام آگاهی. شما با هر جوانی که روبرو میشه میگین جامعه آگاه بسازین که تغییر بکنه. خب 20 سال این جامعه آگاه شد، چرا تغییر اتفاق نیفتاد؟ و دومین او روی کرد برمیگرده بود باورهای دینی ما که باور به این داریم که معمولا انسان کاری کردن نمیتونه و همه تغییرات باید توسط ما فوق انسان اتفاق بیفته. این دو روی کرد هر دوتا جوان ما رو گرفتار توهم کرده. بس این نیست که آیا در دین چگونه هست، مسئله ایست که تعبیری که جوان از دین داره این گونه او کشانده. هم لیبرالیزم و غرب داره تشویق میکنه به سمت این مسئله و این انسان نوعی خودش فراموش میکنه و با عینیت درگیر نمیشه و گرفتار یک سلسله
از ایدئال ها شده و هم این تعبیر از دین هم که در بین جوانان بسیار رواج داره اونا گرفتار این توهم و از خود بیگانگی ساخته. تلاش دانش آموزان و دانشجویان برای رسیدن به خودآگاهی و عدم سرکوب پرسشگری در آنان سبب می شود تا سطح زواد به معنای واقعی در جامعه بلند برود.